بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد پروردگار یک تا و بی هم تا، با درود سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز، دوستداران و عزیزان خوب برنامه تمدن اسلامی. وقت همه ایتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های تمدن اسلامی شما را خوش آمد گفته، امید دارم تا پایان همچنان با ما باشید و از داشته های این برنامه مستفید شوید. جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری را با خود داریم و بحث میکنیم در مورد نظام سیاسی اسلام و همچنان مهمترین بحثی که در این باب مطرح میشه، بحث خوشبختی هست که همانا آرمان و نظام هایی که در این راستا مطرح میشه و آرمان ها یا هم نظام های آرمانی که در این راستا بیشتر مورد بحث و دقت قرار گرفته، به می هدف و به می را و به می منظر بیشتر توجه داشتن که هم جز خوشبختی و آسایش افرادی که در اون نظام یا هم در اون نظام یا کشور یا جغرافیا زندگی میکنن چیزی دیگری نیست. اما میایم در این باب صحبت میکنیم در مورد هدف خوشبختی که در نظام سیاسی اسلام بوده، اینکه بوده چگونه بوده و همچنان بنیادهایی که در راستا با در نظر داشت نصوص شرعی یعنی از منظر قرآن بوده کدام موارد هست تا بیشتر باش آشنا شویم. در این برنامه با شما شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز در همین با برایتان روشنی می‌ندازیم. البته جناب دکتر صاحب با ما هستن و بیشتر صحبت می‌کنیم. قبل از آغاز بحث من، جناب دکتر صاحب، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه تمدن اسلامی و بحث را از همینجا آغاز می‌کنیم که آیا تحقق خوشبختی از اهداف نظام سیاسی اسلام بوده، یا هم اگر اینطور بپرسیم که آیا نظام سیاسی اسلام برای تحقق این هدف کار کرده، تلاش کرده، یا هم خیر، یا هم هدفش هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستمد و نستعین. با تشکر از شما و همکاران تخنیکیتون و با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز ما، تحقق خوشبختی در نظام سیاسی اسلام از اساسات اهدافش به شمار میره. اساساً خود نظام سیاسی در هر جایی که باشه، اساساً سیاست به عنوان یک اصل وظیفش مدیریت جامعه است. مدیریت جامعه به شکل بتبسوی اهدافی که به نحوی خوشبختی را به جامعه به بار بیارد. و اسلام به عنوان یک دین، به عنوان آخرین دین آسمانی و به عنوان آخرین پیام الهی برای بشریت، بله، امین است که برای بشریت خوشبختی بیاورد. ولی تفاوت خوشبختی که در اسلام وجود دارد به عنوان یک نظام سیاسی و مدیریتی جامعه و نظام های مدیریتی و سیاسی تمدن های دیگر در این است که اسلام خوشبختی را برای بشر نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم می خواهد. اما ادیان دیگر و تمدن های دیگر به زندگی اخروی انسان ارتباط ندارند و به او هیچ توجه نمی کنند، هیچ اهتمامی ندارند. سعی آنها بر این است که برای بشریت در زندگی دنیا خوشبختی بیاورند. خب نوع خوشبختی، وسیله خوشبختی از یک دین تا دین دیگر، از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر و از یک تمدن تا تمدن دیگری فرق می کند. اسلام آنچه را که خوشبختی میگوید شاید در تمدن‌های دیگر همه آن را خوشبختی نگویند و چیزی که در تمدن‌های دیگر است اسلام به او خوشبختی نمیگوید، بله، و او را سعادت نمیداند. و به این اساس وسائلی که خوشبختی را برای بشریت در دنیا متحقق می سازد اسلام برای راه‌ها و روش‌های را برگزیده، وسائلی را انتخاب کرده تا اگر اون روش‌ها و آن وسائل و آن شیوه‌ها در زندگی بشر به کار گرفته شود
بشریت به خوشبختی میرسد. بشریت از بدبختی و هلاکت و از زندگی مشقت بار نجات پیدا میکند. و همین خاطر ما در زندگی دنیا میبینیم که نظام اقتصادی که به وجود آمده در دنیای اسلام، این نظام اقتصادی به خاطر تحقق خوشبختی است. اگر نظام تجاری وجود دارد، این نظام تجاری هم به خاطر تحقق خوشبختی است که خوشبختی به بار بیاورد. اگر نظام جنایی وجود دارد، قوانینی که برای جنایت و جنایت‌های مختلف وجود دارد که انسان‌هایی که قانون گریز هستند و آنها قانون را میشکنانند و قانون که چیزی است که اساساً قانون به خاطر از این وضع شده که تا خوشبختی را به بار بیاره. خوب است و استاد چند نمونه داشته باشیم از این تطبیقات تا بیشتر خوب اصلا بگونه مثال اگر بیاریم، دوست دستش بریده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خوشبختی را در جامعه به مخاطره میاندازد. با قطع دست دزد. بله، یک انسانی که ارعاب ایجاد میکند، دهشت ایجاد میکند، مال و دارایی جامعه را میدزدد یا قطاع طریق که امنیت جامعه را از بین میبرد یا کسان دیگری از این قبیل که باعث از بین بردن امنیت جامعه می شوند، امنیت مالی یا امنیت جانی یا امنیت ارض و آبرو و از این قبیل، اسلام در برابر آنها ساکت نمی نشیند و آنها را قاطعانه در برابرشان استادگی می کند و قوانین را در برابرشان به مرحله اجرا می گذارد که دیگر ممانعت صورت بگیرد، به معنای واقعی کلمه، که هر کسی که دست به دزدی میزند بداند که در برابر دزدی کردنش حکومت سکوت نمی کند و قانون را در برابر او به شکل جدی اجرا می کند. به او خاطر است که دزد به عوض این که به فکر دزدی شود، می رود به فکر کار و کوشش و تلاش می شود که بله، از آبله دست خودش نان بخورد و محصول زحمات دیگران را باید دزدی نکند و آنها را ضایع نسازد. و همین طور شما میبینید که کسانی که قطاع طریقی میکنند، راه را میگیرند و مسافرین را، اموالشان را به غصب میبرند و به تاراج میبرند، آنها در برابرشان قانون اسلام بسیار جدی برخورد میکند. وقتی که بسیار جدی برخورد میکند، آنها ناگزیر میشوند که دیگر از قطاع طریقی و رهگیری دست و رهزنی دست بردارند و این سبب تحقق خوشبختی در جامعه میشه، تحقق امنیت در جامعه میشود. و یا کسی که بناحق یک شخص دیگری را جانش میگیرد، یعنی به قتل میرساند، اسلام در برابر از او در قتل عمد وقتی صورت میگیرد، در ولکم فی القصاص حیاتون، که وقتی که در قصاص برای شما زندگی وجود دارد، کسی که بداند که هرگاه کسی را کشت کشته می شود، بله، هیچگاهی دست به کشتن دیگر را نمی برد. و اگر کسی را دستش برید، بداند که اگر دست کسی را برید، دستش بریده می شود. اگر چشم کسی را کور کرد، چشمش کور کرده می شود. اگر گوش کسی را برید، گوشش بریده می شود. اگر انگشت کسی را کوتاه کرد، انگشتش کوتاه کرده می شود. هیچگاهی به اقدام به چنین جنایت هایی نمی کند. وقتی که چنین کاری است، می بینیم که اسلام وقتی که می آید به شکل درست تطبیق می شود در جامعه، ای باعث خوشبختی در جامعه میشه، امنیت به بار می آید. جناب استاد، خوب است در مورد نظام اقتصادی هم صحبت بکنیم، چون باب نظام جزا پس تحقق خوشبختی انسان با سعادت انسان و این میشه که با منع و بازداشتن دزد یا هم قطاع طریق یا رهزن از این فعالیت هایشان شود. اما در بعد اقتصادی آنچنان خوشبختی که نیاز هست و نظام در اسلام مد نظر داشته،
خب در باب مسائل اقتصادی که من متاسفانه زیاد متخصص مسائل اقتصادی نیستم، خب مسائل مربوط به مالیات میشه و قضایایی که مربوط به مالیات و اینا تعلق میگیرد که کار اقتصادی است که زمینه های کار و زمینه های کوشش و زمینه های اینا را برای جامعه فراهم بکند و وقتی که زمینه ها مهیا می شود برای جامعه و امنیت کار گرفته می شود، امنیت کار تجارتی گرفته می شود، امنیت اگر دیگر وسائلی که چیزایی که منابع اقتصادی به شمار می روند، اگر معدن است مثلا، اگر معدنی وجود دارد معدن به شکل عادلانه استخراج می شود و ما حاصل معدن به شکل عادلانه برای جامعه تقسیم می شود، برای فقرهای جامعه از او مستفید می شوند و همچنان زمینه های برای تولید و اینا به وجود می آید. اگر کارخانه ها به وجود می آید، کمپانی ها تأسیس می شود، زمینه های ساخت و ساز کمپانی و پروژه های اقتصادی کلان در جامعه به وجود می آید، اینا را حکومت مهیا می سازد و امنیتشان را تأمین می کند و سرمایه گذاران را تشویق می کند که در او عرصه ها سرمایه گذاری بکنند. جناب استاد، سرمایه گذاری بکنند و حکومت هم در مورد از او کنترل خودمی داشته باشد تا که در اوج غبن صورت نگیرد و خیانت صورت نگیرد. اینا در مجموع باعث می شود که در جامعه یک نوع عدل گسترش پیدا بکند و کسانی که در جاهای مختلف کار می کند از جهد از اونها و از تلاش از اونها استفاده سو صورت نمی گیرد و اونها به حق و حقوق خود به شکل درستش می رسند و حکومت و صاحب کار و امثال از اینا به اونا رسیدگی می کند، اینا در مجموع باعث هم عدالت می شود و هم رفاه می شود و هم آسایش می شود و هم خوشبختی می شود. یک نکته که خیلی مهم از جناب استاد، میشه در ابعاد مختلف خصوصا در بعد اقتصادی فقرا مد نظر گرفته شده در نظام اسلامی، بایی که مثلا یک فقیر در یک محله که کاروبار میکنه باید بعد از چندی مالک محله شوه، یا همی که مثلا در زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه در مورد یک میوهی که اغنیا خریداری میکردن تکسش بالاتر بود، اما در مورد میوهی که فقرا استفاده میکردن هیچ تکس نداشت. آیا میشه که ما در این باب هم بگوییم که خوشبختیه هر دو قشر مد نظر بوده، هم فقرا و هم سرمایه‌داران؟ خوب در اینجا اساسا اسلام بر اساس عدالت استوار است، بله، بر اساس محبت و تعاون استوار است کار اسلام، تا این که فقیران از فقر نمیرند و سرمایه‌داران از غنا و سرمایه نترقند و به این خاطر است که اسلام بحث زکات را هم مطرح میکند. حالا سهمی بر فقرا باشه، تا سهمی برای فقرا باشه بیشتر صحبت میکنیم جناب دکتر صاحب در همین موضوع، اما پس از یک میان برنامه کوتاه بینندگان عزیز بحث من در مورد نظام سیاسی اسلام و خصوصا بحث خوشبختی افراد در نظام اسلامی جریان داره و همچنان همراه من باشه. باز هم خوش آمدید عزیزان بیننده، در برنامه تمدن اسلامی را بیننده هستید، همچنان با شما هستیم و جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری با ما هستند. صحبت میکردیم در مورد ترجیح دادن فقرا در نظام اسلامی که چرا بیشتر احکام هم در این باب مستقر شده و همچنان وضع گردیده و همچنان نصوص شرعی وارد شده از طرف پروردگار. جناب استاد در مورد زکات صحبت کردین که سهمی برای فقرا داده شده، یعنی این عدالت چگونه میتونه تامین شود؟ با اینکه سهمی از یک فرد جامعه گرفته شود و بر فرد دیگه که در داخل این جامعه است حتی اگر ناروز هم باشند داده شود یا گرفته شود؟ خب در این مورد یک چیز وجود دارد که اسلام نمیخواهد که در جامعه نظام طبقاتی وجود داشته باشه، بله، و نظام طبقاتی وجود داشته باشه که در روز تعاون
و همکاری و همزیستی و همخوانی و همسویی و محبت وجود نداشته باشه. بله بله. اسلام میخواهد در بین جامعه خوشبختی به وجود بیاید. و این خوشبختی زمان تحقق پیدا میکند که در بین جامعه بدبینی ها ریشه‌کن شود. بله بله. فقیران در برابر اغنیا بدبین نباشند و اغنیا نسبت به فقیران بی‌مهر نباشند. وقتی که چنین چیزی بود، ای برای ازی باید وسیله ایجاد شود که در جامعه یک جامعه متعاون باشد، جامعه با هم با محبت باشد. و وقتی که فقیر یک غنی را میبیند، ثروتمند را میبیند، با او به چشم یک دشمن نگاه نکند، به عنوان یک انسان خوشبخت نگاه بکند، یا هم به عنوان یک دزد اموال، به عنوان دزد اموال مردم بازی نکند و احساس کند که این هم یک انسان خوشبختی در دنیا است که از زحمات شخصی خود به بله. یک جای رسیده و با ما هم دست نوازش میکشد، بر سر فقیرا هم دست نوازش میکشد. این کار به می خاطر است که اسلام آمده بحث زکات و صدقات را مطرح می کند. و بحث صدقات و زکات هم که وقتی مطرح می کند، خوب انسان ها می توانند، ثروتمندان صدقات خودشان را اگر خواسته باشند به شکلی که خودشان علاقه مند باشند به بعضی از فقیرها بدهند. ولی اسلام یک چیزی را که بسیار جدی مطرح می کند ای است که باید حکومت به عنوان یک وظیفه زکات اموال ثروتمندان را جمع آوری بکند و فقرا و مستمندان جامعه را هم شناسایی بکند و به شکل عادلانه برای آنها توزیع بکند، تا از این طریق از شدت فقر و گرسنگی فقیران و مستمندان بکاهد و از سوی دیگری هم برای ثروتمندان هم بفهماند که شما در این اموال و دارایی که دارید حقی برای فقیرها هم هست، باید با فقیرها دستگیری صورت بگیرد و حکومت باید وظیفه‌اش از گیر جمع‌آوری بکند. وقتی که این چیز به وجود آمد که فقیر از فقر نمرد و برایش کمک رسید از یک جهتی و این زمینه ها مهیا شد تا این زندگی نسبتاً بهتر داشته باشد، اگر مرفه نمی باشد لااقل یک زندگی بهتر داشته باشد که در با فقر دست و پنجه نرم نکند، در اون صورت نسبت به ثروتمندان بدبین نمی باشد. بله. وقتی که نسبت به او بدبین نشد، در برابر اونها مقابله هم نمی کند و در برابر اونها استادگی هم نمی کند، به فکر دزدی اموالشان نمی شود، به فکر به مخاطر انداختن امنیتشان نمی شود، زیرا که این هم برای از این هم چیزی می رسد. به این خاطر است که همین سبب خوشبختی در جامعه می شود. بر علاوه از اینها، اسلام وقتی که آمده این مسائل را با ایمان به آخرت هم مرتبط دانسته، ربطش می ده به ایمان به آخرت، به این معنا که همه قوانینی که در این دنیا وجود دارد، این قوانین چه اخلاقی است، چه عقیدتی است و چه طرز عملی است، اینا را ربطشان میده به مسائل ایمان به آخرت، به این معنا که هر عمل نیکی که ما در این دنیا انجام میدیم در آخرت نتیجهش نیک میبینیم. بله. و هر عمل زشتی را که در این دنیا مرتکب میشویم نتیجه زشتش در آخرت هم میبینیم. اگر انسانی که میرود اول دزدی میکند، ولو که قانون به او دسترسی پیدا نکند، پلیس و حکومت او را دستش گرفته نتواند، ولی اسلام میآید برش میگوید که مالی را که تو به دست آوردی مال حرام است. بله. و در روز آخرت از او پاسخگو میباشی. و کسی را که قطاع و طریقی میکند و انسانها را در مثلا به امنیتشان و به مخاطره میاندازد، برشان میگوید که مالتان مال حرام است و این در آخرت از این پاسخگو میباشی. و یک کسی که میاد انسانی را میکشد و او را جانش به اصطلاح از زندگی دنیاوی او را محروم میسازد و فرزندایشان از پدر و همسرایش از شوهر محروم میسازد،
او را بر ولو که قانون و حکومت به او دسترسی هم پیدا نکند اونا نبینندم، ولی اسلام برایش میگه و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. و در اینجا بحث اخروی هم میسازد که در این مسائل به این دنیا خاتمه پیدا نمی کند بلکه به آخرت هم در اوجه دوام زندگی دنیاست یا نتیجه گیری زندگی دنیاست در آخرت. و اگر انسان خیر انجام داد نتایج خیرش حاصل می کند و اگر عمل زشت انجام داد مرتکب شد در آخرت نتیجه زشتش می بیند. و به این خاطر است که در اونجا بهشت و دوزخ وجود دارد و در اونجا حشر وجود دارد، در اونجا میزان وجود دارد، در اونجا اعمال نیک و اعمال بد انسان در ترازوی اعمال گذاشته می شود و کتاب اعمال انسان به دست راستشان یا به از ماورای زهرشان برایشان داده می شود و یا در بهشت دایم و در فردوس اعلی قرار می گیرند یا در حزیز جهنم قرار می گیرند. اینا همه بحثایی است که متعلق به قضیه خوشبختی است. یک موردی که جناب استاد در باب آزادی ها که نمونه از خوشبختی انسان محسوب می شه، نظام اسلامی حدود را مد نظر گرفته یا هم قیودی را گذاشته تا انسان با این قیود میتونه به خوشبختی برسه؟ مثلا نمونه شو داریم در نظام های دموکراسی که به شکل عام باب آزادی مد نظر گرفته میشه، مثلا در امریکا آزادی بی قید و شرط هست، چی در باب فیزیک باشه، فیزیکی بود، فیزیکی هم بوده انسانیش که انسان چی کار میکنه، چه طرز لباس میباشه و چی عمل کرده را انجام میده در جامعه، حد و مرز نداره آزادی در این باب. اما نظام اسلامی های حدود را مد نظر میره، در نظام های دیگر آزاد گذاشته شده، مثلا که طرفین اگر راضی باشن معاملات نمیتونن انجام بدن، اما در نظام اسلامی با وجود از اینکه طرفین راضی هستن مثلا نمیتونن سود معامله که سودی باشه انجام بدن. چرا؟ آیا کاسته نشده از خوشبختی های انسان ها در این باب یا هم برعکس خوشبختی مد نظر است؟ خب ببین، ما خوشبختی های فردی منوط به خوشبختی های جمع است. در صورتی که یک فرد خوشبختی اگر دزدی هم بکنه، در اوج هم خوشبختی فردی نیافته است که یک فرد کسی که دزدی کرده مال به دست میاره، پول به دست میاره و صاحب ثروت میشود و برای از او خوشبختی حاصل میشود. حداقل یک طرف راضی است. یک طرف راضی میشه. اما در معامله که دو طرف راضی است جناب. خب در معامله که دو طرف هم که راضی باشه، در اوج حتما یک تاثیر منفی بالای بقیه جامعه می داشته باشد، جامعه از او متاثر می شود. شما به گونه مثال اگر بگیریم، یک معامله سودی صورت می گیرد، در معامله سودی حتما یک طرف که او جامعه است، جامعه متضرر می شود. مادام که جامعه متضرر می شود، در اینجا معامله سودی هم کار شایسته و درستی نیست، به خاطر از اینکه جامعه از او متضرر می شود. وقتی مادام جامعه متضرر می شود، این نباید چنین کار صورت بگیرد. یا آزادی فردی دیگری که وجود دارد در جامعه غربی، مثلا رابطه نامشروع زن و مرد است. در زن و مرد وقتی که رابطه نامشروع در بین خودشون پیدا می کنند و اینا بین خودشون راضی هستند، ولی چیزی که از او نتیجه از او حاصل می شود همو فرزند است. فرزندی که از اونا به دنیا می آید، فرزندی که از اینا به دنیا می آید، مسئولیتش که می پذیره، چه کسی مسئولیت از او را قبول بکند؟ او نفقات دارد و مصارف دارد و مخارج دارد، این مخارج چه کسی باید بپذیرد؟ چه کسی قبول بکند؟ و او طفل که باید تربیه بکند؟ در آغوش که باید تربیه شود؟ اینا همه بالایش تأثیرات خود دارد. و دیگر امراض بسیار مهلکی که در جامعه غربی وجود دارد در نتیجه روابط نامشروع زن و مرد، اونا هم بر علاوه از این است. و به این خاطر است که شما در جامعه غربی تعداد زیادی از جوانایی را میبینید که پدر و مادر خود نمیشناسند، نمیفهمند پدرشون کیست، مادرشون کیست، از کجا آمدند، به کجا رفتند، چی میکنند. یک بخش کلانی از جامعه، یک بخش به اصطلاح بی مسئولیت است. به او خاطر اسلام نمیخواهد که
یک جامعه، یک بدنه از جامعه، یک جامعه ناخشنود باشد و بدبخت باشد. ما یکی از بحث‌های بسیار جدیه که در اسلام وجود دارد و در اساساً در روانشناسی هم است که ما یکی از چیزهایی را که مصدر خوشبختی محبت است. محبت مصدر خوشبختی است و بهترین محبت انسان از پدر و مادر خود به دست میاره بود در صورت در انگامی که طفل میباشد. و شما بروید بین دو از لحاظ روانی تحقیق بکنید، یک طفل که پدر و مادر خود در کودکی از دست داده و از محبتش محروم شده و کودک دیگری که دارای پدر و مادر است و از محبت از اونا برخوردار است، وقتی که اردویشان به سن 20 سالگی میرسن، ابعاد شخصیتی اردوی از اینا رو مورد مطالعه قرار بده که کدام یکش خوشبخت احساس خوشبختی میکنن نسبت به خود، نسبت به جامعه، و کدام یک احساس بدبینی میکنند نسبت به خود و نسبت به جامعه. اونا را به طور قطع شما در میابید که او طفلی که محبت حاصل کرده او خوشبختر بوده و احساس خوشبختی کرده و احساس خوشبختی میکند نسبت به جامعه، احساس خوشبینی دارد. و او کودکی که در طفولیت محروم بوده از محبت، او احساس بدبینی نسبت به خود، نسبت به جامعه، نسبت به دنیا، نسبت به همه مردم می داشته باشد. به این خاطر یکی از چیزهای بسیار مهم هم این است که مثلا خانواده باید وجود داشته باشد. یعنی شما بیشتر خانواده با کار. بله، خانواده در یک بستر خوشبختی است، بستر به وجود آمدن خوشبختی برای جامعه است. و می خاطر از اسلام می آید اسباب هر چیزی که باعث آوردن بدبختی در بین جامعه می شود و از خوشبختی ها را در جامعه ریشه‌کن می سازد یا نابود می سازد یا خدشه‌دار می سازد، لااقل او ریشه ها را می برد و اسباب خوشبختی را مهیا می سازد. حتی به می خاطر هم است که در نظام خانواده شما ببینید که گاه گاهی از که اسلام مسئله طلاق را در نظام خانواده جایز دانسته، ولی گفته بدترین حلال است یا تلخترین حلال، چون اجتماعی کوچک انسانی متضرر میشه. یک اجتماعی کوچک انسانی متضرر میشه وقتی که یک زن و شوهر با هم اختلاف میکنن و در نتیجه از او طلاق رخ میده. طلاق وقتی که رخ داد، کودکایی که در اوج وجود دارن، کودکا بی سرنوشت میشوند و محبت از دست میدن و آغوش گرم خانواده را از دست میدن، بالاخره خوشبختی را از دست میدن. به خاطر از اینکه اونا خوشبختی را از دست ندن، اسلام به طلاق تشویق نمی کند به هیچ عنوان، الا در صورتی که مرحله تا جایی برسد که بودن زناشوهری، دوام زناشوهری خودش سبب بدبختی و به اصطلاح انشقاق در بین جامعه باشه و باعث بدبختی، با فسخی رابطه خوشبختی تا اندازی محیاش کاسته می شود. کاسته می شود به این خاطر میخواد که او چیز به وجود بیاید. اینا همه مسائل روانی هستن، مسائل هستن که مرد به خوشبختی 100% در باب معنویات ارتباط دارن، تاثیر گذار است. خیلی سپاس جناب دکتر صاحب از حضورتان به برنامه تمدن اسلامی. سلامت باش. ممنون از شما و بینندگان عزیز. داشته های برنامه تمدن اسلامی همین قدر بود. تا برنامه بعد همه تان را به الله می سپاریم. وقت بخیر. خدا نگهدار.